متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشید. از اینکه به ما انرژی میدید متشکریم. چقدر پر انرژی، متشکریم واقعا. برنامه امشب ما راجع به رزق و روزیه. یه عده تصور میکنن که باید بشینن پاشونو بندازن رو پاشون تا خدا روزیشونو برسونه. از وقتی باباش فوت شده یه بارم نرفته کرکره مغازه رو بده بالا، بعد میگه نمیدونم چرا از وقتی بابامون رفت رزق و روزیمون کم شد. به جای این که مغازه رو باز کنه کلی هزینه میکنه، میره توی زیرزمین که تلسم بسته شدن رزق و روزیشو براش باطل کنن. اینا رو دیدم که میگم. آقاه 4 تا تیله قل میده رو زمین، به تیله ها نگاه میکنه، به این نگاه میکنه، فوت میکنه تو پاکت، یه بسم نوار تفلون میپیچه به شست پاش، میگه روزی 3 بار شست پا تو بیار بالا، از نزدیکترین فاصله ممکن نگاش کن. این متنم ببر 35 بار از روش بنویس، بنداز تو خونه مردم، فرار کن. موقع خداحافظی هم منشی استاد اون پاکته که استاد توش فوت میکرد و تو صورت یارو میترکونه که دیگه تلسمه 100% باطل شد. طرف میره یه هفته بعد برمیگرده میگه آقا همه این کارا رو کردم روزیم باز نشد. میگه نوشتی؟ میگه بله. میگه نقطه هاشو باید با قرمز میذاشتی؟ میگه گذاشتم. میگه روزی 20 تا از نوشته ها رو باید میسوزوندی؟ میگه سوزوندم. میگه بعد میشستی روش که خاموش شه؟ میگه نشستم. میگه به من دروغ نگو، اگه راست میگه الان چجوری نشستی؟ اینه که آدم‌های کلاهبردار همیشه به آدم‌های کم عقل به چشم روزی خودشون نگاه میکنن که خدا رو شکر چقدر هم این روزا سفره‌شون پر از انواع رزق و روزی در رنگ‌ها و سایزهای مختلف. توی جمعمون داریم کسانی رو که از این کارا کردن یا میکنن؟ بله؟ نه، اصلا یه نفرم نداریم. خیلی نمایش داریم، انرژیتون نیفته. چطوری ارسلان؟ چه صدای موزیک آرام بخشی از منظر این زوج جوان به گوش میرسه. به به، چقدر رمانتیک. جنی یادته روزه اول زندگیمون چقدر رمانتیک بود؟ آره یادمه. مگه ممکنه که یادم بره؟ تا مدت ها نمیدونستم که تو با چشم باز میخوابی. فکر میکردم داری عاشقانه نگاهم. پیر مرد بطوری آخیش تنگیز ها، این زغال همه به درد نمیخوره. همه هست نم کشیده، اصلا به درد نمیخوره. عیب نداره بابا جان، برو بیرون یه سری زغال نو بخر بیا، برو. آخیش چنگیز خواب میبینم خیلی داره بهتون خوش میگذره. جای دریا خانم خالی نباشه. چی میگه؟ کی؟ دریا خانم. اینا همه شیر بلاله ها. اینا ببین تازه تازه همچین فشارش که میدی شیرش میپاشه تو صورتت. نه بد نگذره یه وقت به شما. نه بعد نمیذاره، شما نگران نباش. نه ببین میگم راستی این کتابیا رو از کجا میگیری؟ آن
میخوام همچین جا افتاده باشه ها، تو پیاز و زعفرون خوابونده باشم مزه دار شده باشه. کتف کبابی میخوام. آره. من سراغ ندارم جایی. آه. بال مکزیکی چی؟ بال مکزیکی آره. نمیشناسم. نمیشناسی. سیزه به در تشریف میاری؟ چی میگه؟ چی میگی تو بچه جقله؟ تو بزرگتر دارن حرف میزنن که همینجور نمیپرم وسط حرف بزرگتر رو که ببخشید با شما بودن روز میخوام ازتون بله خواهش میکنم لطف دارم وای وای چه موزیک عاشقانه بله. جنی یادت اول زندگیمون موزیک عاشقانه میذاشتی به پهنای صورت عشق میریختی؟ نه اصلاً یادم نمیاد. هی؟ او چرا؟ همون موقعی که بهت گفتم دیگه نمیخوام روی کمک‌های باپا حساب کنم. آهان اون موقع. آره آره یادمه. کلاً داشتم همینجور زار میزدم میزدم تو دست و پای خودم. خیلی عاشقانه بود. خیلی چسبی داره. چرا من اصلاً میبری؟ ولم کن. گوشاتو باز کن ببین چی میگم یویو. یا واسه من کالسکه با اسب سفید میخری یا اون چشاتو از حدقه میکشم بیرون. فهمیدی یا نه؟ ولم کن پولت کجا باید بیارم؟ میکشمت. آه برای اول زندگیه. جوونن راه راست بله. زندگی رو یاد میگیرن کم کم عادت آره آره این خیلی مهمه دقیقاً تدبیر لازمه جانی یادت اول زندگیمون من چقدر تدبیر داشتم بله بله کاملا یادم یعنی اصلا رسما تو اسطوره تدبیری آره. تو رو که دیدم گفتم به به چه تدبیری آه. چه سری چه تدبیری اوه ولم کو میگه شوهر دخترم من واسه زنش از اینجا تا اینجا این هوا علنگو خریده اون وقت تو واسه من داری ساده بی پولی میزنی من پدر تو در میارم یعنی یعنی من واسه دوست دارم دریا خانم بود آره فکر دریاه این البته میدونی چی اول زندگیشون مثل همه پیش میاد دیگه میگذرونن بعدا درست میشن مثل من و لیا یول درست شدیم الان آره همه که دست و پنجه منو ندارن که زندگیشون زندگی بشه بله ببخشی چه ربطی به دست و پنجه داره اون به خودم مربوطه آقا بله آقا کجا رفتی؟ بایستا ببینم چشاتو در میارم چیه؟ بلد کنی؟ ما بریم لیا یول درده رو تو تاثیر منفی میذاره دیگه خسته شدم دیگه به اینجام رسیده به کجات رسیده؟ اینجام چیه مشکله؟ دیگه خسته شدم آقای مدیری دیگه اصلا زندگی برام یک نواخ شده کدوم زندگی نواخ؟ 8 ساعت ازدواج کردی؟ اصلا شما آقای مدیری به من بگو که اصلا یعنی اصلا بگو 8 دقیقه ولی یک نواخ شدن زندگی که اصلا زمان حالیش نیست که من امروز صبح از خواب بیدار شدم دیدم تموم زندگیم یک نواخ شده اپف اپف خب پاشید برید یه سفری یه ماه عسلی چیزی با کدوم پول؟ پول نداری؟ خب دست زن تو بگی برید سینما فیلم ببینید با کدوم پول؟ خب دو تا بستنی بگیرید برید پارک بشینید بخورید با کدوم پول؟ پول بستنی هم نداری؟ مرد ایو اصلا نگران نباشو رفیق من یه وام ازدواج گرفت باور کن زندگیش از این رو به اون رو شد ولی من خیلی دوندگی کردم بهم ندادن مگه ازدواج کردی تو؟ من؟ نه ولی تو فرم نوشتم دارای قصد ازدواج کجایی لالا پسر؟ چی شد این زغال؟ یه ماچه هم مدادی ما رفتی نمیدونم چی کار کنم شما بذارین جلو پام یه راهی بذارین جلو پام الان باید چی کار کنم؟ هیچی میری بانک سر کوچه اگه منظورت وامه میگی بابام سلام رسوند گفت یه وام ازدواج به من بدین آفرین وام ازدواج تا حالا بهش فکر نکرده بودم من برم سری وام ازدواجم رو بگیرم
خیلی جای خوشحالی داره که خداوند وظیفه روزی رسانی رو خودش بر عهده گرفته و اونو به ماها واگذار نکرده. طرف مدیر مالی اداره است، حقوق ماهیانه پرسنل رو واریز کردن که بین کارمندا پخش کنه. یه جوری برخورد میکنه که انگار مال پدرش رو میخواد بده. 4 روز پول تو حسابشه، هر کی میاد میگه حقوق چی شد، جواب میده فعلا که خبری نیست، پول برسه خبر میدیم. بالاخره 2-3 میلیارد تومان پوله دیگه، 4 روزم تو حساب باشه یه سودی میاد روش 4 روز. کل اداره جمع شدن میگن آقا ما نهار خورشت کرفس نمیخوایم، یه چیز دیگه جاش بدین. مدیر مالی باز یه روز در میون سفارش کرفس میده، میگه هر کی نخورد بذارین من شب میبرم خونه. نشسته تو پارک غذا میخوره، گربه میاد 10 متریش وای میسه نگاه میکنه، محلش نمیذاره. گربه 2 متر میاد جلوتر، این یه جوری میخوره که خدایی نکرده یه گرم چیزی نیفته رو زمین. گربه دومشو میکنه تو پاچه شلوار یارو، باز این به رو خودش نمیاره. گربه ظاهراً یه صدای تکراری از خودش در میاره، اما در واقع داره به زبون خودش میگه که خفه نشی بدبخت، بیا اگه سیر نشدی دوتا استخون مرغ پشت اون درخت قایم کردم بدم کارت کنی. یعنی طرف اونقدر کنس بازی در میاره که همون خورده هایی که میریزه زمین رو هم مورچه تا دم ماشینش براش میبره، میگه ولش کن. مورچه ها میگن، میگه مال این خوردن نداره، ولش کن. در جمع ما کسانی هستند که حالا زن و شوهر که خانم درآمد آقا رو نمیدونه، میزان حقوق و درآمد آقا رو نمیدونه. شما نمیدونین؟ خدا شاهد نه. شوهرتون کجا؟ اینج به به تشفیری؟ تشفیر. سلام علیکم، بفرمی بفرم. خب شما خانه دارین؟ شما شغلتون چی؟ من فرهنگ بازشی هستم. الان کار نمی‌کنی؟ چی کار می‌کنی؟ من شغلم تولید سنگ مصنوعی. چیه مصنوعی؟ تولید سنگ مصنوعی. سنگ مصنوعی، خیلی. شما چند سال ازدواج کردین؟ 40 سال میشه. 40 سال. درآمد ایشون رو هیچ وقت نمیدونه؟ هیچ وقت نتونستم. هیچ وقت. همیشه میگه ندارم آقای مهران بگیری. همیشه میگه ندارم، دارم و نمیدم، یا ندارم که بدم. یا میگن دارم و نمیدم. میگه دارم و نمیدم یا ندارم، ندارم که بدم. که بدم. خب شما از اول ازدواج هی میپرسیدین آقا درآمدتون چقدر؟ بله. میگفتن؟ نمیگفتن. حقوق نگرفتم، هنوز معلوم نیست، شماره حسابم مشخص نشده، یا این ماه وام گرفتم، وام به حساب وامم ریخته شده. خلاصه کلام تا الان تا امروز من نمیدونم ایشون چقدر میگیره، از کجا میاره، کجا میبره. خب تا حالا شده کار مثلا به مرافع هم بکشه سر این موضوع؟ زیاد، بی نهایت. بازم فایده نکرد؟ اصلا آقای مهران. یعنی اون موقع که فرهنگی بودن حقوقشون رو نمیدونستی، الان هم که تو کار سنگن نمیدونی؟ بفرمایین. صادقانه میگم جا؟ صادقانه ایشون میگه همه چیز. بله بله. خب شما بفرمایید که چرا اصلا مقاومت کردین، هیچ وقت درآمدتون رو نگفتی، چه اشکال داشت؟ تز فردی منه. چی؟ تز فردی خود منه. این تز فردی شما. از کجا میدونین تز فردی درست؟ خانوما معمولا اگر بدونن که آقا پول داره یا نداره، ندارش یه مسئله است، داشتنش هم یه مسئله دیگه است.
داشت نداشتنش چه مسئله است؟ نداشتنش که واویلاس. خب. چرا نداری؟ خب. وقتی داری خب پس کو؟ خب باید کتمان کردی. یعنی هیچ وقت نگفتین دقیقاً اصلا؟ واقعا نگفت. شما نمیستین مثلا 10,000 تومنه یا 5 میلیونه آقای یا... مدیری من نمیدونم ایشون کی پول داره کی نداره، همیشه هم یه شکله. شب عیدو شب ماهی که میخواد حقوق بگیره قیافش همون شکله، یعنی همیشه اینجوره. من واقعا به شما تبریک میگم. شما جایزه بدید. نه شما بیاین تو گروه ما، شما بازیگر درجه یک. بله یعنی شب عید اینجوری هن. بله. حقوق میگیرن اینجوری هن. بله. بله. خب چند تا فرزند داریم؟ 4 تا. بله. بچه ها چی؟ هیچ وقت نمیدونستن؟ نه بچه هم نمیدونن. بچه اینم تز شخصیتون بود؟ بچه ها نمیدونن، الان هم نمیدونن. نمیدونیم نمونش اینجا نشسته به شما بگه، ولی هیچ وقت نگفتن پول بدم بهشون ندارم، اصلا امکان نداره. با بچه هاش اینطور بوده ولی با من نه. خانم چی کشیدی؟ خیلی خب حالا میخوام امشب توی این برنامه کاری کنیم. برای اولین بار بعد 40 سال بگید درآمدتون چقدر. زمانی که، چون این یادگاری تو این برنامه میمونه. بله. زمانی که فرهنگی بودید بازنشسته شدید با چقدر حقوق بازنشسته شدید؟ الان هم درآمدتون از سنگ چقدره؟ جان من راست بگید. آقای مهران مدیری یه پولی هم برای بازنشستگیشون بهشون میدن. خدا شاهده من متوجه نشدم کی گرفتن، آیا گرفتن نگرفتن. برای من واقعا یه آرزوه بدونم. بمیرم. خدا نکنه. من بمیرم. خدا نکنه. من نفهمیدم. بگی امشب. از کاری که من موقع بازنشستگی بوده 10 سال پیش بازنشسته شدم. صادقانه میگم 1,680 بوده. الان 1,980. الان 1,980. الان درآمدتون از سنگ؟ ما درآمد از سنگ پارسال که سال رکود کاری ما بوده از کنم که راستش باید گفت بگید حدود 787 میلیون تومان ما درآمد داشتیم که البته مخارجمون هم حدود 480 تومان. در یک سال 780؟ یک سال نکمتر. نمیدونم آرزوی من امشب برآورده شد. پارسال خانم پارسال 780 و فلان میلیون تومان درآمدشون بوده. اشتباه میکنم فکر کنم. نه دیگه آره دیگه. ولی همیشه ندارن ایشون. حوزه مالیاتی بیچارهت نکنه الان. دارم واقعیتشو میگم. من کارم یه کاریه که اولا مالیات نداره. از کنم که و تولیداتم سنگ مصنوعی سعودیش می تولیدش اصلا مال ایتالیاست. بیشتر در روس مصرف میشه. علتش اینه که سنگ گرانیت ما تو روس میتره که تو اون سرمایه 56% زیر صفر. و این سنگو خب ما از اونجا آوردیم با مهندسینی که بودن اونجا الان داریم میزنیم دیگه. هم فرش داریم هم نما داریم، نمای داخلی داریم. خب پارسال که رکود بود اینجا امسال رکود ما رکود علتش این بود که رکود ما این بود که ما فقط کارهای دولتی انجام دادیم. آه. نه کارهای شخصی. کارهای شخصی بله همینطور رکود داشت. خب نه پارسال که رکود بود اینجا امسال چقدر بود درآمدتو؟ امسال هنوز معلوم نیست. پارسال 780 میلیون تومان، یعنی ماهی 78 میلیون تومان حدوداً. ولی بازم فکر میکنم اشتباه میکنم. آقای مهران مدیر خیلی نداره. نه دارن راستشو میگن. ماهی حدود 70 میلیون دیگه خودتون میدونید بقیهشو. ولی خیلی مهم بود امشب یک راز بزرگ. بله دقیقاً. آخیش واقعاً بله آخیش. خیلی ممنونم. قربون شما. زنده باشی. تشکر میکنم. قربون شما. خب اینم از این. چه کردم امشب؟ به به. به به. به به. خب. نمایش داریم. انرژیتون نیفته. We'll be right back.
چنگیز خان. چه بابا؟ چه خبر اینجا؟ ما سرمون از این موزیک شما رفت. خونه داره میلرزه. خب چیکار کنم بابا؟ یه دقیقه دندون به جگر بذار دیگه. دارم با شونه تخم مرغ اینا این اتاق رو آکوستیک میکنم، صدا دیگه نیاد بیرون. یه ذره صبر داشته باش. حالا اون دوتا جوون ول کردن، شما ول نمیکنی؟ واسه سن و سال شما زشته دیگه. بس. چنگیز خان دیوونم کردی. این موسیقی رو از کجا گیر میاری؟ اون قشنگه نه؟ خیلی خوبه. اینا رو همه رو غیر مجاز دانلود کردم. شد 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 وام ازدواج جور شد. وام ازدواج جور شد. شد؟ آره یه وام ازدواج فوق‌العاده. به سلامتی. خیلی خوبه که یه همچین تسهیلاتی برای جوانان وجود داره. آره آره واقعا آره. فقط مونده که دو تا آدم بیان منو ضمانت کنن. میدونی باید فیش حقوقی خیلی معتبری داشته باشن از یه ارگان و یه سازمان خیلی معتبر. در ضمن مادر بزرگ طرف باید در قید حیات باشه. بله مطمئن باش همچون کسی رو پیدا میکنی تو. آره آره حتما پیدا میشه. برای اینکه ما وقتی میخواستیم که ازدواج بکنیم ما رو فرستادن یه جایی، گفتن که باید برید پیش یه نفر توی کویر لوت که اون حتما میتونه که این کارو برام انجام بده. ولی خب فکر کنم الان دیگه اونم فیش حقوقیش پر شده باشه. یعنی شما وام ازدواج نگرفتی؟ آه نه دیگه، پاپا اول زندگی به من گفت عزیزم لازم نیست انقدر دوندگی بکنی، من خودم 100 برابرش رو بهت میدم. بعدم یه چک نوشت همون موقع داد بهم. داد بهت؟ چک؟ الان کجاست لگه گل اون چکه؟ در مورد من چی فکر کردی؟ چکو همون موقع برگردوندم گذاشتم توی یه کتش. من یه دختر مستقلم. من چرا این زن رو گرفتم؟ جنی به من ربطی نداره، به من ربطی نداره. شما منو فرستادین جلو، گفتین برو زن بگیر، الان باید بهم ساپورت بدین. یعنی چی کار کنی؟ ساپورت بهم بدین. الان باید به من پول قرض بدین. با شما هستن، شما جای پدرشون هستین، میگن کمک کنین. بیا بابا جان بیا بیا، من هرچی پول دارم همه رو میدم به تو، برو اصلا باهاش حال کن. شلوارم گشاده مال یه پسر است اینجاش جان. بیا برو حال کن. دست درد نکن مال تو همش. برو بسرم. برو بابا جان. ببخشید یه دقیقه صبر کنین، این شلوار من نیست پای شماست. کجو؟ الان مگه چند تا شلوار پاتونه؟ همین که پاتونه رو میگم. نه آخه یکی هم زیر شلواری زیرش پوشیدم. کدومو میگی؟ این شلوار منه، اون پولی هم که تو جیبش هست مال منه. و چرا شما پارش کردید؟ بابا جا موده، اصلا تو انگار موده، اصلا نمیفهمی چی ها، این چیزا الان موده. برشم پول من و پول تو نداره که آدم باید کار خیر بکنه پسر. چرا به وسایل شخصی من دست میزنی؟ اصلا نخواستم بابا بیا. نه نه اینجا نه نمیخوام، اصلا من دیگه نگاه نمیکنم. نه متشکرم، من دیگه نگاه نمیکنم. بیا عینکم انداخت. بی خود؟ نه از خدات هم باشه تازه. بابا این چیه اصلا آوردین توی خونه؟ حواسم هست، حواسم هست. من رفتم اصلا حوصله ندارم تا اینجا هستی که من رو صدا نکنید. آه آه ارسلان بی خود واسه چی داری با این چنگیز خان کل کل میکنی؟ به نظر من که باید به این یویو جان کمک بکنیم، چون بالاخره ما انسانیم و برای این کار ساخته شدیم، درسته؟ بذاریم ببینم چی کار داری میکنی؟ از من نخوا، از من نخوا، از من نخوا که به یک انسان دیگه کمک نکنم. وای چقدر خوب گفتم. توکرتم تو خیلی رفیقی، اما تو یه آدم نامردی، نمیخوای به من کمک کنی؟ تو کلتم به جون تو، هرچی داشتم دادم دست چنگیز خان. میخواد مو به کاره، گوش کردی؟ بعد الان صفر، پس اندازم صفر. لگه گل، این پوله تو جیبم بود کوپ هست. آه اگه اون 30 تومنی رو که میگی توی جیبت بود، اون مرغیه که دیشب خوردی. اه؟ پوله توی یقتم باش، یه مانتو خریدم. نه نگو اونی که تو جوروبم هم گذاشته بودی دادی به گدایه ها؟ آره خب همو؟ آره من چرا این زنو گرفتم آخه؟ ای خدا چنگیز خان من صدا کرد مثل اینکه ببخشید. چی کار کنیم؟ حالا من باید چی کار کنم؟ کادوهای علکی گرفتیم، هیچ پولی هم از اون کادوها اصلا نصیب من نشد. همش قندون گرفتم، 25 تا قندون، 300 تا پتوی پلنگی، 400 تا آلبالو خوری.
چی به این خوبه؟ یعنی تو کادویی که گرفتی اصلا هیچ کدومش ارزش مالی داشته باشه پیدا نمیشه؟ به هیچ اون همش پتوی پلنگی بود. یه جا کادویی که من دادم اصلا نه پتو توش بود نه قندون بود نه دادم به قیمت که بده بهت. به قیمت دادی؟ اصلا قیمت به من این کادو رو نداد. من الان تو این هاگیر واگیر قیمت رو باید از کجا پیدا؟ اون که همیشه اینجا ولوه. قیمت قیمت قیمت. ببخشید دیر کردم ها، ببخشید، درگیر این روبان روش بودم، خیلی وقتم رو گرفت، با تای قیچی فریش کردم. آره که خوشگل بشه. آره ناقابل. یویو جان بازم تبریک، بازم تبریک. چرا آقای مدیری به ما کادو نداد؟ اینم از شانس خوب ماست دیگه، شنیدم مدیری به هر کی کادو داده زندگیش از این رو به اون رو شده. آره آره این چه قندونه باسم؟ این چی چیه او بردی؟ گندشو در او بردی؟ این چی چیه او بردی؟ گندشو در او بردی؟ این چی چیه او برده؟ گندشو در او برده؟ بله این چه قندونه باسم؟ آره با این کادو زندگیشون از این رو به اون رو کرده شما اصلا؟ البته فکر میکنم این قندونه از الماسی چیزی ساخته شده، بالاخره مدیری گرفته مگه نه؟ نه اینا 10 تومنه، دوتاش 15 تومن. این کادوی من اصلا این نیست، این چیه گرفتی؟ حالا 1 2 3 4 مدیری تشکر، 1 2 3 4 مدیری تشکر، 1 2 3 4 مدیری تشکر. این چیه آوردی میگم؟ تشکر میگم این چیه آوردی؟ این چیه رفتی؟ مگه ما صحبت نکردیم؟ چه خوب شد خوشمون شد، دوماد مال خودمون شد. چه خوب شد خوشمون شد، دوماد مال خودمون شد. چه خوب شد خوشمون شد، دوماد مال خودمون شد. آره آره تایشو بستم. آفرین، کار خوبه کردی. یعنی من تو رو میکشم لعنتی؟ چرا؟ من اون 500 تومن تنها پولی بود که برام مونده بود. با اون 500 هزار تومن این قندون رو خریدی؟ جان مدیری جان، اتفاقی افتاده؟ قشنگه که خوشگله. گفتم 500 هزار تومن رو بذار توی جعبه قشنگ بده بهش. حالا این قندونم خوبه دیگه، یه جایی یه وقتی به دردشو میخوره. این خیلی باشه 12 تومنه، بقیهش کو؟ خب چرا قولم میکنی؟ الان میگم یه اختلاف حساب جزئی داری؟ ایشالا به زمین گرد بخوری. آخرش که چی؟ همیشه که نمیشه با قرض و کادو زندگی کرد. جوونی باید به فکر کار باشی، درآمد باشی. نمیدونم، هیچی نمیدونم. عزیزم من. چی شد؟ همه حرفاتون رو شنیدم، همش پول. مگه من از شما پول خواستم آقا یویو؟ مگه ما زندگیمون رو بر اساس پول بنا کرده بودیم؟ نه من دارم یه کاری میکنم که به اینا ثابت کنم که من میتونم زنم و خرجشو بدم. آخی جانی الهی، نگران نباش، پاشو بریم خونه. من حواسم الهی جانی. ببین منو خوب، چشاتو با کن، یا منو میبری ما هستن یا اون چشات عکاس در میارن. پول نداری؟ من پولت میکنم. جانی موزیک من آله برو بعدا. من نمیفهمم، دارم حرف میزنم.
یه دم هستند که از هیچ تلاشی برای به دست آوردن روزی دریغ نمی کنن. یعنی مشتری که میاد توی مغازه تا روزیشونو از حلقوم مشتری نکشن بیرون ول نمی کنن. اینا این قابلیت رو دارند که شلوار دختر بچه 8 ساله رو به مرد 47 ساله بفروشن. فقط کافیه وارد اتاق پروف بشین دیگه کار تمومه. آقای شلوار رو پوشیده میگه ببخشید این دکمش بسته نمیشه. فروشنده میگه میشه یه نگاه بکنم؟ طرف میگه آقا من شرمنده تو میشم. خلاصه در اتاق پروف باز میکنه میگه نه نه اینا جا باز میکنه آقا. دوبار که با دکمه باز بری بیرون بار سوم بسته میشه. خریدار میگه آخه احساس میکنم پایین تنمو خیلی بزرگ نشون میده. بعد چون نکه نارنجی هم هست. فروشنده میگه اجازه دارم باهاتون مخالفت کنم. یه چرخ بزنید ببینم. ماشاءالله. پسر یه کت بلند برای آقا بیار که نگرانیشون برطرف بشه. خریدار میگه آخه این فاقش هم خیلی برام کوتاست. اولین پله‌ای که برم چیزی از این فاق نمیمونه. میگه نفرمایین من شما رو از اونور خیابون دیدم گفتم چه استایل فاق کوتاه فوق‌العاده‌ای دارید. میگه آخه خب نارنجی چسبون برا من زشت نیست برای سن من. میگه جسارتاً شما سیبیلاتونم بوره عالی ست میشه براتون. الان از دور عین منظره غروب خورشید شدیم. میگه قدش هم کوتاهه. میگه که پسر یه جفت جوراب بلند بیار برای آقا. یه کمربند، 2 جفت کفش تابستونی و یه هدبند هم بیار. خریدار میگه ببخشید من احساس میکنم درز شلوار داره از پشت باز میشه. فروشنده نگاه میکنه میگه چیز خاصی نیست. پسر 2 تا از اون لباسی نارنجیام بیار. ادامه نمایش رو ببینیم. یه لقمه نون پنیر بخور جون بگیری. دست درد نکنه. ببخشید شما داری چی کار میکنی اینجا؟ دست درد. هیچی ما کار خاصی نمیکنیم. دست زنمو گرفتم گفتم بیام پیکنیک. خب باید بری پارک اینجا وسط خونه است. پول تاکسی نداریم که. شرمندگی! تا حالا جلو زن و بچه هست شرمنده شدی؟ نشدی؟ دشمنت شرمنده باشه آقا یا این حرفا چیه؟ عجیبه آقا باید پارک انگور بخور باشه انگور بخور دستت درد نکن ببخشه اینا کی بودن رفتن تو خونه شما؟ هیچی لوله آب ترکیده دارن میرن درستش کنن. پول از کجا آوردی شما؟ نه چیزی نشده میرن بالا گچ میگیرن لوله هالو اینا بچه های خیلی خودساخته یعنی به من کمک میکنن. آخه هی ناله میکنی پول ندارم میگم پول هست کجا. جای خواب موجود است؟ یه تیکه مقوای آویزون کردم جرمه؟ حالا دیگه ناهش دیگه معلوم من به مردم نمیتونم دروغ بگم که. شما به چه اجازه خونه ای که من به شما اجاره دادم اجاره دادی به مردم؟ بعد اجازه میگرفتم با اجازه. ببخشید چنگیز خان شما کجا داری میری؟ دیگه همه دارم میرم بالا منم گفتم یه خورده جوجه ماستی ببرم سیخ کنیم با هم بزنیم. آره چنگیز خان یه جام واسه من نگر میداری؟ بودو بیا پیزن دوستان لطفا از گوشه دیوار شروع کنم به ترتیب بخوابم. تو خودت مستأجری اتاقی که من بهت اجاره دادم اجاره دادی به یه کس دیگه ای؟ چیه؟ چرا طلبکاری؟ تو؟ بابا پول نداریم دیگه.
چی کار میکنی؟ اصلا چی میگین شما ها؟ بهشون بگین ساعت 7 صبح نون پنیر سرو میشه. آره آره، ولی ولی 5 تومن هم میاد رو اجاره ها، اینو بهشون بگین. حالا این اینجا چی کار میکنه؟ این تو اینجا چی کار میکنی؟ آقایون آقایون توجه کنی، صبح پتو و بالشاتون رو تحویل میدین، کارتای ملیتون رو تحویل میگیری. آره اگه ببینم کسی پتو و بالش زیر لباسش قائم کرده، با چوب جارو به اشد مجازات میرسه. شبتون بخیر. تو چه غلطی میکنی اینجا؟ به چه خونه منو اجاره دادی؟ ها؟ میگم چه غلطی همین ها؟ گل من. خجالت بکش، سن اژدها رو داری، یه ذره گذشت نداری. این یویو اول زندگیش به مشکل مالی خورده، چرا نمیفهمی؟ چرا خیرت به اینا نمیرسه؟ من نمیدونم، من اصلا نمیفهمم تو به کدوم یکی ما تو خانوادمون رفتی؟ مگه من باید به شماها رفته باشم؟ همش دنبال منفعت خودش، یه قیمت همش. میبینم آقا یویو، مگه من تو حالا از شما پول خواستم؟ چرا به خاطر من خودتونو تو درد سر میندازین؟ عزب خانوم قانعیه، آفرین دریا خانوم، آفرین. دهن تو پنیری کن. خونه منو اجاره میدی؟ من. اون اجاره داده؟ اون اجاره داده، من مجهزش کردم. آفرین. بیا دیگه بسی، دیگه تایم دستشویی تمومه، بیا 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 دیگه بیا. خیلی طولش دادی. آره رفته بود دستشویی گله من. بیا برو یه حوله تمیز به هموطنمون بده، دستاشو خوش کنه. بدو. این از اتاق من اومد. آره رفته بود دستشویی. آره آره آره، به جای اینکه اینجا وایسی برو حوله تمیز بده هموطن، برو دیگه. نه اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه. فایده نداره اصلا حرف زدن با شما. آره زنگ آره. میزنم قانونی باهاتون برخورد میکنم. حالا باشه 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 باشه. لا 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 لا، قیمت زودتر زودتر این برای بچه بندازین بیرون. ارسلان شهری الان به پا میکن. باشو بعضی ها هم هستند که مترصد روزی هن. یعنی خدا نکنه که شاخه یه درخت توت یه خونه 2 سانت اومده باشه توی کوچه، شاغول میذاره میگه این 2 سانت که اومده تو کوچه میشه روزی ما. قلاب میگیرن براش میرن بالا، میگه یه تیشرت خیلی خوشگلم رو بند رختشونه، کاش یه بادی بیاد اونم روزی ما بشه. یه دم هستن که هر چیز مزخرفی که تو خونشون هست رو روزی دیگران میدونن. یه بسته مرغ پخته داره تو فریزر، متعلق به زمانیه که مرغ کیلو 1200 تومن بود. مهمون سرزده میاد، همونو داغ میکنه میذاره جلوش، میگه اینم دیگه روزی شما بود. ببخشید اگه دیگه یکم کیسه فریزر رفته به خوردش. بعضی هم یه ایرادی دارن که هرچی میبینن فکر میکنن روزی خودشونه، میذارن جیبشون و خدا رو شکر میکنن. واسه همینه که الان هر زیر پله‌ای که میری یه کاغذ چسبوندن که این زیر پله مجهز به دوربین مداربسته میباشد. یه دم تا ظرف یه بار مصرف دست بقیه میبینن حس میکنن که به یه روزی اون اطراف انتظارشون رو میکشه. میگن 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 از کجا گرفتی؟ طرف میگه از چلو کبابی. پرسی 25 تومن. میگه آها از اون پولی هاست پس هیچی. اینا روزی که هیچی، یهو ماهی و سالیشونم توی یه روز ذخیره میکنن. یعنی یخچالش در حالت عادی نگاه میکنی سفیده، درش هم که باز میکنی انقدر ظرف یه بار مصرف توشه که بازم سفیده. مهمان داریم. چه مهمانی؟ بازیگر موفق،
خاطره دارین ازش؟ خوش اخلاق، ساده و بازیگر پایتخت، سرکار خانم نسرین نصرتی. سلام، مرسی. خوش آمدید. خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. سلام خدمت شما آقای مدیری. سلام علیکم. خوشحالم که اینجا. ممنون که منو دعوت کردید. خواهش میکنم. ممنون که تشریف آوردین. سوالای کوتاه، جوابای کوتاه. باردارین؟ بله. بله. مرسی. بچه‌تون هم دختره؟ دختر. بله. خب ممنون. براش اسم انتخاب کردی؟ اسمم انتخاب کردی. میگین؟ این اسم یعنی از زمانی که من اصلا نبودم در زندگی همسرم این اسم بود، این دختر انگار بود. اسمش صوفی هست حالا اگه. بله بسیار. مرسی. از تئاتر شروع کردین و از پشت صحنه، از گریم و کارهای دیگه. راجبش بله. میگین برامون؟ از سال 80 من اولین کار تئاترمو شروع کردم که پشت صحنه تئاتر بود در واقع و منشی صحنه بودم و یعنی بله. همه کار دیگه تئاتر اینطوریه که همه کار میکنیم پشت صحنه خوشبختانه، ولی کار دومم بازیگری بود. بازیگری بود. بله. و فکر میکنم قهوه تلخ بود اسمش. بله. که اولین کار تئاتر که انجام دادین چی شد؟ انتخاب شدین برای بازی؟ یه روز همون کار اولی که من پشت صحنه بودم یه بازیگری یادمه که نیومده بودن، قرار شد که من براشون سوفله کنم به عنوان منشی صحنه، ولی گفتم که من میام وای میسم. بهم کاغذ دادن که یعنی متن دادن، گفتم من حفظم. پارتنر من گفتن که این خیلی خوبه، باید بگیم به اون بازیگر که این اکتو انجام بده مثلا. و همون خانم پارتنر من کارگردان کار بعدی بود. آها، کار بعدی رو هم با ایشون انجام. بله. بود. شروع کارتون با سیروس مقدم چجوری بود؟ سریال تاس و ریا بود که من با آقای مقدم معرفی شدم. بله. ولی من از خیلی قبل ترها همون یعنی توی دهه 80 برای چندین کار میرفتم دفتر ایشون و اتفاقی نمی افتاد. خوشبختانه سر سریال تاس و ریا از طریق آقای برزو نیک نژاد که دستیار آقای مقدم بود معرفی شدم و و خیلی برای نقش فهیمه در پایتخت کاندید بودن، ولی شما اون نقش رو بازی کردین. من از اون بخشش زیاد خبر ندارم که. آره خیلی ها کاندید بودن ولی گویا شما در این تست دادین یا یعنی نه فقط حرف زدین؟ نه من تست ندادم، ولی خب قبلا باشون کار با یعنی با آقای محسن تنومنده قبلا کار کرده بودم، چه کار تئاتر همینطور یه سینمایی با هم بودیم که این باب آشناییه بود، ولی تستی ندادم. منتها یه 20 روز تمرین کردم. بله. چند سالتونه؟ 40 سال. 40 ساله. بله. خیلی خوب. کی ازدواج کردین؟ سال 88. 88 یعنی چند سال؟ حدود 7 سال. 7 سال. بله. چی شد؟ عاشق شدین؟ قطعاً. بله. چی شد؟ چیزی نشد، 10 سال طول کشید. یعنی چیزی نمیشد تو این 10 سال که ما میخواستیم ازدواج بکنیم، یه اتفاقی میافتاد که هی به تعویق میافتاد. نه اصلا اولین آشناییتون چجوری؟ اولین آشنایی ما توی یه مهمونی خانوادگی بود که من از طریق یکی از دوستام دعوت شدم و همسرم رو دیدم. اولش نه اصلا اینجوری نبود که عاشق بشم. خب اولش گفتم چه آدم حسابیه. خب ولی بعد کم کم یادمه که یه اتفاقی افتاد، مثل سفر کوتاه بود که من دوباره ایشون رو دیدم و از طرف ایشون پیشنهاد بود و ولی این پروسه 10 سال طول کشید. چی گفتن اولین جمله شون چی بود؟ به من گفتن که من نگران شما شدم. گفتم برای چی؟ گفت شما هم چه خوب برای چی؟ آره گفتم خوب برای چی؟ فهم بودم که ترفندشون این بوده. تا اون موقع هیچ کسی نگران من نشده بود
فهمیدم که مثلا این حالا ترفند و اینا. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه می‌خواستم دیگه به اطلاعات روزنامه خبر بدم که دیگه خبری از شما نیست، نیستین دیگه. بعد اونجا احساس کردم یکی نگران من شده. آها آها، خیلی خوب. یه بار دیگه هم نگرانتون شدن یه عده در بچگی که صدای سازدهنیتون قطع شده و زندگی شما نجات پیدا کرده. بله میدونین؟ بله. من آقای مدیر بچه که بودم یه تیک حرف میزدم گویا، مثلا اینطوری بوده که همه وقتی که میخوابیدم من همین جوری با دوستای خیالیم، الان البته یادم نیست میگن، ولی یه سوغاتی از پدر من یادمه که از یه سفری اومدم برای من و خواهرام سوغاتی آوردن. سوغاتی من یه سازدهنی طلایی بود، میزدم دیگه، یعنی شب تا صبح، صبح تا شب سازدهنی میزدم و همه دیگه فکر میکنم فوش میدادن دیگه، بچه جان آره بسه و مثلا عصر میخوایم دو دقیقه بخوابیم و اینا. تا اینکه حالا خیلی جالبه که شما میدونین، چون فقط پدر مادرم مخصوصا اون سازدهنی رو خیلی مقدس میدونه و چون زندگیتون رو نجات داده اون سازدهنی. آره دیگه دیدن مثلا حدود 10 دقیقه صدا نمیاد، نگران شدم دیدن من قش کردم و گاز گرفته بودتم، صدای سازدهنی نمی اومد که اون موقع دیگه بردن بیمارستان و اینا و فکر میکنن که اون سازدهنی منو نجات داده. آره واقعا هم همینطور بوده. خیلی خوب نیست. شما با سریال پایتخت خیلی به یک بار دیده شدین. بله. و خب همه فکر میکردن که شما اهل مازندران هستین و در حالی که تهرانی هستین شما اصلا. من متولد تهران، بزرگ شده تهران هستم. مادرم اهل گیلان، شهر لاهیجان که خیلی هم شهر قشنگه. پدرم هم بزرگ شده تهرانه، ولی اصلیت پدرم هم برمیگرده به شهر لاهیجان. خوشبختانه من لهجه رو که تمرین کردم، بله، البته تو محیط بود، حالا شانسی که آورده بودم به من لطف داشتن مازندرانی ها، میگفتن که مثلا یکی میگفت تو گرگانی هستی، یکی میگفت تو آمولی هستی، تا یه جایی خوشحال میشدم، از یه جایی فهم میگم نه دیگه من دارم یه هنر بازیگری از خودم نشون میدم. میگفتم نه نه من تهرانی هم و اصرار داشتم که بگم، یعنی اصلا ناراحت نمیشدم که میگفتن، یعنی دوست داشتم، یعنی خوشحال میشدم که باور میکنن. ولی حتما یه نقصان هایی بود، حتما بود، یعنی با اینو بعد از مازندرانی ها پرسید. آره ولی حالا جدا از این موضوع که به هر حال هم لهجه رو خیلی به خوبی در آوردین، هم حس و حال اون آدم و اون سادگی رو به شدت داشتین و به نظرم خیلی بازی فوق العاده ای داشتین. خودتون هم به ساده زیستی معروفین. بله دوست داریم. و برای این نقش جایزه گرفتین. بله، جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفتین. معتقدید که بازیگری غریزی است کاملا و نه تکنیکی؟ برای من هم یکم برامون بگید. من بازیگر تجربی هستم، هر چیزی که یاد گرفتم رو صحنه تئاتر بوده، از بازیگرای خوب تئاتر بوده و هر کاری به من یک عالمه چیز یاد داد. در مورد زندگی من، زندگی حرفه‌ایم اینطوری بود که هیچ کاری رو فکر نمی‌کنم بیهوده انجام دادم، چه تصویر چه سریال اپیزودی، فکر می‌کنم همه اینا برای من لازم بود. چون تو هر کدومشون یک دنیا به هم اضافه میشد و فکر میکنم که غریزه دروغ نمیگه به هم، یعنی سعی میکنم که همیشه خودمو بذارم جای اون شخصیته. یه وقتایی فکر میکنم که اگر چیزی رو ندونم قطعا اون پیشنهاد رو قبول نمیکنم، یعنی به راحتی میگم بلد نیستم، نمیتونم. خودتون رو چه جور بازیگری میدونید؟ من با صداقت بازی میکنم. ممکنه که بعضی وقتا یه چیزایی به هم نیاد، میگم همیشه اینو خودم همون در شروع سعی میکنم که قطعش بکنم، کارایی رو بازی کنم که احساس کنم که میتونم خود واقعی من بهش، به اون نقشه گره بزنم. معمولا این اتفاق برام میفته. دیر دیده شدین ولی خیلی خوب دیده شدین. این رو میذارید به حساب خوششانسی؟ این رو میذارید به حساب هوشتون؟ این رو میذارید به حساب انتخاب حالا یه اتفاق؟ یا همه اینا؟ همه اینا. همه اینا با هم؟ همه اینا، حتما، حتما همه اینا دخیل بوده. قراره که چجوری ادامه بدید؟ آینده رو چجوری میبینید؟ خیلی امیدوارم، برای اینکه فکر میکنم که همینطوره. من احساس میکنم که وقتی که یه جایی قرار بشه که تکرار بشم، یعنی ترجیح هم در بازیگری اینه که اگر قرار باشه یه نقشی رو
تکراری بازی کنم همون بهتر که نباشم. یعنی اینقدر برام کار کردن مهم نیست، یعنی در هم اینجوری نیست که مثلا دغدغم این باشه که ای من بیکارم. هیچ موقع اینطوری نبوده. سیر بازیگری در من سالی یه دونه تئاتر بوده، شاید یه سریال بوده. نمیگم این پوانه، نمیگم هم ضعفه، در مورد زندگی خصوصی من اینطوری رقم خورد و راضیم. آینده‌رم دوست دارم که سینمایی کار کنم، بازی کنم و تلویزیونم خیلی دوست دارم. از همه اینا بیشتر همیشه دلم میخواد تئاتر کار کنم. همیشه دلتنگ تئاترم. البته که این پوانه مثبته و امیدوارم که همیشه با این وسواس بمونید در این حرفه. حاضری چه چیزی رو از دست بدید به هوشتون اضافه بشه؟ همین اندازه هوش بس دیگه، من چیزی رو نمیتونم از دست بدم دیگه. فکر می‌کنم که کافیه همین. بله. خب و آماده به سفر رو به خریدین همیشه؟ خرید نه، ولی سفر. ولی سفر. بله. بله. خب خرید نه، از خرید فراری هم اصولا. بعد یه چیز عاشق کشکم. ای وای. نه هلاک برای کشک. آمار زندگی کشکی به کشک میگین برامون؟ مثلا خونه ها که خانوم های آقایون میرن خرید، ماست میخرن، شیر میخرن، شما کشک؟ من کشک میخرم حتما. یعنی کشک خالی میخوریم؟ کشک خالی پوستکی میخورم. بله. خیلی خوب. در ظروف چیز هم خوب باز میکنم، مربا، خیارشوش. نه یعنی اصلا یه مهارت، یعنی یه اینجوری اصلا معلوم نیست چی کار میکنن، ولی دیگه نمیتونن ببندن. یعنی تمام درهایی که میبینن سری باز شد میبینن کارشون بوده و بعد میبینن توی یخچال مثلا در همه اینا کج بسته شده، باز میفهمن کارشون بوده. اینها به هر حال تخصصهایی که همه ما داریم. دانشجوی انصرافی بودین؟ بله، من در مجارستان طراحی پارچه لباس رو ثبت نام کردم، ولی نه به خاطر اینکه دوست داشته باشم یا بخوام، یعنی اصلا ارزون ترین رشته بود. بله. به خاطر اینکه من بتونم یه پاسپورت مجاری بگیرم و اصلا هدف چیز دیگه بود، سر پرسودای مهاجرت و اینا. ولی زمان که گذشت اصلا دیگه معیارم عوض شد، یعنی برگشتم و ترجیح دادم که همینجا بمونم. بهترین همبازی که داشتین کی بوده؟ خیلی ها، خیلی ها. نمیتونید یکی بهتر از همه رو بگین؟ یکی رو ترجیح بدین؟ واقعا نه. آره میدونم سخته. خب شاد بودن رو چطور تعریف میکنید؟ شاید همون سوال آخرمه که همیشه میپرسم، ولی شادترین لحظه‌ای که داشتین اصلا بگین. لحظه های شاد برای من خیلی زیاد اتفاق میفته. من با چیزهای کوچیک ممکنه که خیلی شاد بشم، یعنی احتیاج به بهانه و این چیزهای زیاد بزرگ نیست. همین که فکر میکنم که سلامتی این شعاری هم نیست، هر روز که بیدار میشی و میبینی که تن و بدنت سالم، عزیزات زندن دورتن، به نظر من این نهایت 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 شادیه. بله. بله. موضوع برنامه ما روزیه. شما درآمدتون و به طور مشترک با همسرتون خوبه؟ همه چی خوبه؟ خدا خوب میگذره؟ بله حتما. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. ماهی چقدر در میر؟ من هر دو با هم. من که خودتون میدونین ما شغلی نداریم که بگیم ماهی چقدر آره. در میاریم. چیز کلی عرض کردم خدمتتون، ممکنه که من سالی یه بار کار کنم، ممکنه از هیچ چی در نیارم، یه وقتایی هم ممکنه که، ولی مطمئن باشید که هر چی که درآمد من باشه یا درآمد همسرم باشه، همش میاد توی خونه و اصلا دغدغه اونطوری، یعنی واقعا چیز پیچیده ای نیست، غیر قابل پیش بینیه. من که راجع به درآمد همسرم اصولا چیزی نمیدونم. اینجا پرسیدم که کی درآمد همسرشو نمیدونسته. اون خانم آخه. گفتن که 40 سال ما با هم زندگی میکنیم و هرگز. امشب رازشون رو خواهش کردم فاش کنن و اون آقا فرمودن که سالی 780 میلیون تومان درآمدشونه و خانم هنوز تو شوکن اینجوری.
بله میفرمایید. خیلی لذت بخشه که ندونی چه خبره. یعنی دوست داری یه کشوی جادویی، یه کت جادویی همسرت داری. نه خوبه که ندونی، برای اینکه پس ببینید آقا میگن حق با شما بوده. خب بله، به نظر من همیشه دوست داشتم که برگای برنده همسرمو نتونم که آره تشخیص بدم که اینا چیه. یعنی یه معماهایی رو من تو زندگی دوست دارم. فکر می‌کنم که خیلی لذت بخش. خیلی هم خوب. خست. ممنونم. قوی ترین حستون کدوم حستونه؟ خیلی راحت گریه میکنم، خیلی هم راحت میخندم. اگر که اعصابم خرد بشه یا کسی دلمو بشکونه یا احساس بکنم که یه چیزی بر وفق مرادم نبوده، ممکنه 15 ساعتم گریه کنم. گریه توی دستمه. منظورتون همین گریه و اینا بود دیگه، نه حس؟ آره اینم خوب شد که گفتید. ولی قوی ترین حس از حسهای پنجگانتون؟ آها، خب شامه خیلی قوی داره. شامه قوی. خیلی 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 خوب. آخرین سوال، خستتون نمی کنم، احساس خوشبختی می کنید عمیقا؟ خدا رو شکر بله عمیقا، از هر لحاظ بله. خدا رو شکر. به موزه دور همی چی میده؟ برای موزه دور همی من یه دستخط نستعلیق آوردم خدمتون که یکی از خطاتای معاصرمون. من و همسرم یه مجموعه خط داریم از خطاتای مختلف. منم یکیشو که خیلی دوست داشتم خدمتتون خیلی ممنونم. خیلی با عرض خیلی متشکرم. متشکرم. بله خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. ناقابل. خیلی متشکرم. دلم نمیاد بازش کنم. نه حتما باز کنید اگه خواستین. معنی اسم دخترتون رو میگین؟ از فلسفه میاد. من الان یه کتابی رو دارم میخونم، دنیای صوفی، یه داستانیه. آه دنیای صوفی بله. حتما خوندی، یه داستانیه در رابطه با تاریخ فلسفه. بله. از فلسفه میاد بله، چون با سینه. بسیار عالی، به به، خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی با ارزشه، خیلی متشکرم. خواهش میکنم. ممنون. خیلی متشکرم. من اول آرزوی سلامتی دارم برای هر سه شما. لطف دارید. و امیدوارم همیشه بیشتر بدرخشید در حرفتون و بهترین آرزوها رو براتون. متشکرم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. مرسی. مرسی ممنون. خیلی خوشحال شدم. خیلی متشکرم. مرسی ممنون. خیلی ممنون. با اجازهتون. خدا نگهدار. چقدر داره خوش میگذره لیا جون. خیلی 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 داره خوش میگذره. قیافشو دارید میرید مهمونی؟ بله داریم میریم مهمونی، خیلی هم قراره به همون خوش بگذره. بله دفعه قبلی که رفته بودیم خونه این دوستمون مهمونی، من انقدر خندیدم که سه روز دل درد داشتم. میشه منو دریارم با خودتون ببرین؟ نه نمیشه. قول میدیم یه گوشه بشینیم شلوغ نکنیم. نه بشین سر جات، با چقدر خوشحال و خوشبختیم. میبینی آقای مدیری همشون بی‌معرفتن، فقط به فکر خودش. پاشو برو یه لقمه غذا بخور، الان زیر چشت گود افتاده. غذا تو یخچال ما فقط باد خنک هست. من میگم عجب جوجه باستی بشا، بوش تمام خونه رو برداشته. تو کلت هم چنگیز خان، من تا قبل از آشنایی با شما اصلا نمیدونستم اشغال یعنی چی. اب نداره بابا، اب نداره. چنگیز خان، لالا دادا، لالا دادا، دارین کجا میرین؟ شویا داریم میریم با یه سری از این بچه ها جوجه ماستی بزنیم. آره منم بیام، من عاشق جوجه ماستی هم. بابا
بگی سر پای ولی بخواد باش بیار. میبینی؟ اینم رفیق قدیمی. همشون به فکر خودشونن. اب نداره عوضش همسرت مثل کوه پشتته. همسرم اصلا آدم اینجوری نیست. از صبح منو انداخته بیرون. میگه هیکل، حیوون. برو برو پول، تا پول نیوردی نیا تو خونه. دریا؟ از دیوار صدا در میاد، از دریا صدا در نمیاد. نمیدونی؟ تو خونه پدرم رو داره برده، اینا گازش رو داده. گاز گرفت؟ خیلی. اومدی رفیق؟ اومدم رفیق، اومدم. چه بلایی سرت آوردن گنجیش یک من؟ داره خون شوره میکنه اصلا. وقتی سر رفیقت میشکنه مرد نیستی اگه جیگرت نشکافه. قیمت نداری مرد. تو کرتم آدمی، یعنی آه و دمی، آهش دم و دمش دلبر، دلبر فقط یکیه، اونم رفی. دمت گرم ایور، ولی من هیچی نفهمیدم. آره بازم بگو رفی. تو که میخوایی دل به یه دلبری بدی، باز چی میخوایی بدونی دلبر یکی یا دوتا؟ بازم نفهمیدم. بازم بگو رفیق. رفیقی داشتم نامی دورون بود، عزتی داشت، رحم و مروتی داشت، صاف بود مثل کف دست، پاک بود مثل عشق. چی فهمیدی؟ این حرفا رو ولش کن رفیق. سر چهار را پارک وی دعوا کردم، واسط کار ردیف کردم رفیق. با این آقای میری جاشو بلده، میری اونجا مثل یه مرد وای میسی کار میکنی. پارک وی؟ پارک وی نه، وی 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 پارک وی 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 وی. آخه من چجوری الان با این حال زارت ولت کنم؟ برو رفیق، برو برو، منو به حال خودم بذار، برو دنبال سرنوشتت، پشت سرت هم نگاه نکن، برو. یعنی؟ برو پارک وی، برو. یعنی میگی برم؟ آره دیگه، برو دیگه، برو دیگه. مواظب خنجر توش جیگرت باش. من میرم قیمت، ولی عشق میمونه. آخره خدافز. لباس چرا رفت نامرد؟ لباس چرا خونیه؟ خونی نیست که، چقدر ساده ای مدیری. آبال بالو ریختم لباسم صحنه تأثیر گذارتر بشه. آله مریضی؟ خب این اصلا چه کاریه؟ من دوست دارم فضاهای اینجوری خیلی. یه رفیق از خود گذشتگی میکنه واسه رفیقش، بعد خودش چاقو خورده. آره یه مرد بود، یه مرد. آره ارسلان راست میگه، همه تون دیوونه این واقعا. مدیری برو از رو. برو مدیری. برو. آه رفیقتم مدیری. خب حرف آخر، بعضی هم هستن که دنبال یه لقمه رزق حلالن. اینا بعضی وقتا کارشون خیلی سخت میشه، یعنی هر کاری میکنن بقیه یا میخوان یه لقمه شو بکنن ده لقمه، یا اون یه لقمه رو هم نمیذارن از گلوش پایین بره. طرف میره برای اداره خرید کنه، میگه این صندلی ها چند؟
میگن دونه 200 تومن، اما برای شما فاکتور میکنیم 220. 100 تا بخرید 2,000,000 نون میکنه، 1 تومن تو 1 تومن ما. میگه نه، من جداگانه از ادارمون حقوق میگیرم، شما لطف کن یه تخفیف به ما بده. میگه شرمنده، اصلا خوب فکر میکنم میبینم اصلا ما صندلی نداریم. یه عده هم به هیچ وجه حاضر نیستن از روزیشون چشم پوشی کنن. یه خونه داره اندازه یه پارک شهر، یه ماشین داره اندازه تانک، بعد برج به برج سری میره یارانش رو منتقل میکنه به اون حسابه که توش پول نیسته، که نکنه یه وقت بفهمن پول داره یارانش رو قطع کنن. میگه این روزی زن و بچه منه، نمیذارم کسی حق زن و بچه‌م رو بخوره. یه عده هم هستن که حتما هممون دیدیمشون، اما اغلب یه بمنچه تو دلمون میگیم و از کنارشون رد میشیم. اونایی که در سطل‌های زباله دنبال روزیشون میگردن، روزی اینا کجاست؟ کجا رفته؟ چرا توی نخاله ها دنبال روزیشون میگردن؟ یه جای کار میلنگه، یه چیزایی درست نیست، یه اتفاقای عجیبی میفته. یه آدمایی میگن به من چه؟ که قاعدتا وظیفه‌شون اینه که به اینها رسیدگی کنن، یه چیزایی این وسط درست نیست. خلاصه خیلی ممنون که تا این لحظه کنار ما بودین، به ما انرژی دادین. امیدوارم همیشه در پناه خداوند بزرگ حالتون خوب باشه. شب بخیر، به امید دیدار و خداحافظ. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.